بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نیرو. با همکاران در نیروگاه پرنت هستیم، یکی از نیروگاه‌های تهران که در تأمین برق شبکه تهران و شبکه سراسری نقش مهمی را ایفا می‌نماید. این نیروگاه دارای 6 واحد گازی و 3 واحد بخار است، به طوری که هر دو واحد گازی به یک واحد بخار متصل شده و یک مجموعه سیت ترکیبی را تشکیل می‌دهند و در نتیجه راندمان واحدهای گازی که 33% است به 53% افزایش پیدا می‌نماید، یعنی 60% افزایش. امروز سومین واحد بخار این نیروگاه به ظرفیت 160 مگاوات و سرمایه گذاری 2350 میلیارد تومان با فرمان حضرت عالی افتتاح خواهد شد. با به مدار آوردن هر 3 واحد بخار سیت ترکیبی به ظرفیت 480 مگاوات، دستاورد صرفه‌جویی سالانه 855 میلیون متر مکعب مصرف گاز را در کشور به دنبال خواهد داشت. البته به جز این صرفه‌جویی گاز، مزایای محیط زیستی چشمگیری هم دارد. طرح تبدیل نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی از ایده‌هایی است که توسط وزارت نیرو و گروه مبنا با انگیزه ملی و در راستای توسعه زیرساخت‌های کشور همزمان با افزایش سطح بهره‌وری در حوزه انرژی و اقتصاد از دیرهنگام پیگیری گردیده و با تصویب قوانین مربوطه مدل قراردادهای بیع متقابل با مساعدت ریاست محترم جمهوری، وزارتخانه‌های محترم نیرو و نفت مبتنی بر بند 19 قانون بودجه سال 92 به عنوان مدل مطلوب مورد توجه قرار گرفت و با اجرای این طرح و با گسترش و تکمیل آن در سطح کشور شاهد تحقق اهداف مهم زیر خواهیم بود: افزایش راندمان از 33% به بیش از 53%، کاهش قابل توجه آلاینده های محیط زیستی و گازهای گلخانه‌ای، افزایش 50% ظرفیت نیروگاهی بدون نیاز به بسیاری از احداثات جدید، حفظ و توسعه اشتغال در صنایع عظیم نیروگاهی کشور و بالاخره استفاده از سوخت صرفه‌جویی شده در سایر مصارف و فرصت صادرات. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر علی آبادی. از جناب عالی سوال کنم که ما اگر یک بخش بخار رو اضافه کنیم به بخش نیروگاه گازی ما، صرفه‌جویی که از گاز یا سوخت انجام میگیره میتونه چند سال پول اون بخش بخار رو تأمین کنه؟ میزان صرفه‌جویی سوخت انجام شده 855 میلیون لیتر در سال برای یک مجموعه مثل پرند است، یعنی 1500 مگاوات نیروگاه که 500 مگاواتش نیروگاه در واقع از نوع بخار هست. خب حالا اگر قیمت سوخت فرض بفرمایید که متناسب باشه با سالی که این قرارداد منعقد شد، در 8 ماه پول این بر میگشت. اگر فرض کنیم به قیمت گاز با نرخ 20 سنت در نظر بگیریم، حدود 2 سال پول این سرمایه گذاری بر میگرده. برابر این به شدت تابع قیمت سوخت هست. ولی اونچه که مهمه های رئیس جمهور، تأثیرات بزرگ زیست محیطی است. یعنی این پروژه میتواند میزان CO2 را در شهر تهران کاهش بده، میتواند بسیار مؤثر باشه در پدیده اینورژن در شهر تهران که آلودگی رو تثبیت میکنه در ساعاتی از ایام سال. آقای دکتر اردکانیان ببخشید، با این روند برای بخش خصوصی میصرفه پس بیاد همین بخش بخار رو سرمایه گذاری کنه و ما پول گاز رو به او پرداخت بکنیم ظرف چند سال در واقع او به سرمایهش میرسه، اینطوره؟ قطعا همینطوره. حتی راه حل دیگری هم هست که با هماهنگی وزارت محترمیت نفت ما بتوانیم اون حکم قانون رو که میگوید سوخت صرفه جویی شده بهاش در اختیار وزارت نیرو قرار بگیره برای احداث واحدهای سیکل ترکیبی، خود سوخت رو با ترتیباتی که وزارت محترم نفت موافقت می‌فرمایند در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار بدیم که به طریقی امکان عرضه اون رو دارن و ما هرچه زودتر بتونیم واحدهای سیکل ترکیبی رو در مدار بیاریم.
به نام خداوند بزرگ و به برکت ماه مبارک شعبان و با توسل به روح پیامبر عظیم الشأن اسلام، واحد بخار سیکل ترکیبی پرند رو آغاز بفرمایید، افتتاح کنید. علی برکت الله.